آقای کلانتری، به نظر میرسه رسانه‌های حکومتی سعی دارن اطلاعات نادرست درباره پرونده فرزندان محمد مصدق کهنمایی معاون اول قوه قضاییه منتشر کنن. میدونم شما به اطلاعات این پرونده دسترسی دارید. در ابتدا بگید که آیا ادعای تسنیم که گفته از 8 ماه پیش مطرح هست این پرونده و یا احکام بازداشت فرزندان مصدق صادر شده درسته یا نه؟ عرض کنم خدمتتون که اگر این کارو نمیکرد اولا باید تعجب میکردیم، چون وظیفش اینه که اصلا این کارو انجام بده. منتها در این موضوع اتفاق عجیبی افتاده و به این نوع جدیدی اینا قلب واقعیت میکنن. موارد قبلی معمولا تکذیب میکنن و اصلا کل اصل موضوع رو زیر سوال میبرن، اما این دفعه اومدن اصل موضوع رو به یه روش دیگه، یعنی به قلب حقیقت در واقع تایید کردن. واقعیت مطلب اینه که اصل قضیه اینه که پسران آقای مصدق کهنمویی، همونطور که ما خودمون در همین صدای آمریکا یک ماه پیش در برنامه صفحه آخر گفتیم، متهم به پرونده پولشویی هستن با آقای رستمی صفا. این که از 8 ماه پیش اینها بازداشت شدن و در بازداشت هستن اون جوری که خبر رو تسنیم زده اصلا با واقعیت مطابق نیست، چون که طبق همون سندی که ما منتشر کردیم در تاریخ 24/4/1402 دو پسر آقای مصدق به اضافه 14 متهم دیگه به شعبه 13 بازپرسی دادسرای جرم ویژه اقتصادی به اتهام پولشویی احضار شدن و این احضاریه به درب منزل اینها در یوسف آباد رفته. حالا نمیدونم که اون منزلشون الان اونجا بازداشتگاهه یا یه بازداشتگاه جدیدیه توی یوسف آباد که ما از اون خبر نداریم. حالا این ادعای رسانه حکومتی در مورد اتهام سوء استفاده و فساد اقتصادی برای فرزندان معاون قوه قضاییه برای کمرنگ جلوه دادن جرم اونها و نپرداختن به اتهام دریافت رشوه است یا معنی و مفهوم دیگه ای داره؟ عرض کنم به هر صورت، چون اون به اصطلاح ارتعاشی که ایجاد شده بود در بدنه قوه قضاییه، گفتم بعد از اون اطلاع رسانی اولیه اینها به هر صورت برای اینکه یک جوری توجیه کنن مجبور شدن که دست بزنن به این جعل روایت و این در واقع این روغن ریخته رو نظر امامزاده کنن و بگن که ما با اینا داریم برخورد میکنیم. و قطعاً وقتی رسیدگی که در تاریکی انجام بشه هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. آیا ابعاد پرونده پسران محمد مصدق کهنمایی میتونه پای پدر اونها، یعنی معاون اول قوه قضاییه رو به وسط بکشه؟ و اگر اینطوره چرا تا الان استعفا نداده؟ چون گویا صحبت از دریافت 25 میلیون دلار رشوه است. خیلی کوتاه لطفاً. عرض کنم که قطعا اینجوریه، حتی اگر ایشون متهم هم نباشه و هیچ جرمی هم انجام نداشته باشه، به علت تعارض منافع حداقل اینه که ایشون باید از سمت خودش کناگیری میکرد تا نتیجه این پرونده معلوم بشه، در حالی که حالا وظیفه دستگاه‌های نظارتی قوه هم هستن که ایشونو برکنار کنن به خاطر این اتهامایی که وارد به پسر ایشون به عنوان فرد دوم قضایی کشور. درباره دریافت احتمالی رشوه چه اطلاعاتی دارید؟ خیلی کوتاه آقای کلانتری. اون چیزی که گفته میشه اینه که حدود 25 میلیون دلار پول، حالا میگم اینو عوض شده، اونی که در پرونده اومده به اسم پولشویی، بیشتر احتمال میده که همین این پولو، چون آقای رستمی صبا 17 ساله، اینا میگن 8 ماه پیش پروندهش به جریان افتاده، پرونده آقای رستمی صبا 17 ساله در بازپرسیه، تازه اینا میگن رأی دادیم بعد 17 سال، یعنی همیشه از زیر این مجازات فرار کرده. این سری هم میخواسته توسط ظاهرن این ارتباطی که با این پسران آقای مصدق گرفته بوده باز از زیر مجازات فرار کنه. البته نمیدونم بازم این رأی که اعلام کردن اصلا اجرا شده در مورد ایشون یا خیر. ممنونم. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه.